Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. بچه bacha, حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و امیدوارم که درس ها رو بخونید و تکرار کنید و یاد بگیرید بچه ها میخواستم امروز قبل از اینکه درس رو شروع کنیم یه نکته رو بهتون بگم زبان اسپانیایی یکی از آسان ترین زبان های دنیاست یعنی شاید بتونیم بگیم که بعد از زبان انگلیسی آسان ترین زبان دنیا زبان اسپانیاییه و مورد دیگه اینکه که جزء پرگویش ترین زبان ها هم هست به اضافه اینکه تقریبا در تمام کشورهایی که زبان اولشون زبان انگلیسیه زبان دوم اسپانیاییه بنابراین استفاده کنید از این فرصت زبانی که زبان شیرین و راحتی هستش تمرین کنید و سعی کنید که با ما همراه باشید و یادش بگیرید خب امروز میخوایم راجع به لوس ارتیکولوس این دترمیناد رو صحبت کنیم یادتونه که در جلسه قبل راجع به لوس ارتیکولوس دترمیناد رو صحبت کردیم گفتیم اینها حرف تعریف هایی هستند که روی اسامی تعریف شده معین مشخص یا معرفه میان امروز میخوایم راجع به آرتیکولوهایی صحبت بکنیم که روی اسامی نکره میان اسامی که برای شنونده مشخص و معین نیستن بهشون میگیم لوس آرتیکولوس این دترمینادوس حرف های تعریف نامعین یا نامشخص این حروف تعریف هم باز یه اسم دیگه دارن که من اینجا براتون نوشتم los artículos indefinidos کلمه indefinido همون سینونیم indeterminadoه به معنای نامعین و نامشخص los artículos indefinidos masculino singular un masculino uh, masculino plural unos femenino singular una فمنینو پلورال اوناس این چهارتا تا های این و این دترمینادو هستن بچه ها در مورد این آرتیکولوها ها هم ما باز حالا یکی دو تا مثال با هم دیگه تمرین کنیم مثلا لیبرو به معنای کتاب یه کلمه که به او شده پس مسکولینوه و ضمنن سینگولار هم هست من اگر بخوام برای این کلمه آرتیکولو این دترمینادو استفاده بکنم کدوم آرتیکولو رو باید بذارم؟ بله درسته اون اون لیبرو حالا اه تصور کنید که یک کلمه ای داریم که جمع هستش فور اخمپلو لیبروس این بار من چه ارتیکولوی رو بعد استفاده کنم؟ بله درسته مسکولین و پلورال اونوس اونوس لیبروس کلمه فمنین و پر اخمپلو سیا به معنی صندلی که فمنینو هستش اگر بخوام برای کلمه سیا ارتیکولو این ده ترمینادو استفاده بکنم باید اونا رو استفاده کنم اونا سیا و حالا به فرض این کلمه جمع باشه سیجاس اون موقع باید ارتیکولو این ده فمینینو پلورال استفاده کنم اوناس اوناسیاس باز بچه ها اینجا یک قانونی هست در واقع یک استثنایی هست که میگه کواندو تنموس که اوستر ارتیکل و کانون با فمینینو سینگولار زمانی که قرار باشه ارتیکلو رو با یک اسم مؤنث در واقع مفرد مفرد معنی استفاده بکنیم که این پر آتونیکا اوکن اسنتو که با آ شروع بشه و با آیی که فشار سیلاب روی اون آ باشه فشار کلمه روی اون سیلابی باشه که با آ شروع میشه یا اگر که کلمه اسنتو داشته باشه روی آش مثل همین کلمه اگیلا به معنای عقاب که من اینجا نوشتم یعنی تیلده روش داشته باشه اگر کلمه دیگه ببینید میگه سینوای پالابراس انتر ال ارتیکولو اگر کلمه دیگه بین ارتیکولو و سوستانتیوو یا اسم وجود نداره ما باید براش ارتیکولوی مسکولینو استفاده کنیم علا رقم این که کلمه فمنینو هم پر اخمپلو اون اگیلا اون اولا گفتیم اولا بچه یعنی کلاس آگیلا هم که قبلا بهتون گفته بودم یعنی اوقاب این قانون ما توی ارتیکول و دترمینادو هم داشتیم فقط همینطور که اونجا بهتون گفتم مجدد تکرار میکنم که اگر این کلمات جمع باشن مثلا آگیلاس باشه یا اولاس باشه اون موقع برمیگردم به اون ارتیکولوی خودشون یعنی میشه eh, unas águilas, unas aulas. خب بچه این از ارتیکل این دترمیناد سعی کنید که اسمایی رو که تا الان یاد گرفتیم به اسپانیایی بنویسین براشون ارتیکل و بذارین، بزنین این دترمینادو رو بزنین و این مبحث رو تمرین کنید به زودی باز دوباره با مبحث جدید همدیگر رو میبینیم ادیو